سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما بزرگان شرکت کننده در گرانراند امشب ما. با نام و یاد خدا 24مین جلسه گرانراند مجازی کودکان ایران رو برگزار میکنیم. طبق معمول همیشه از دوستان عزیز خواهش میکنم که در طی برگزاری گرانراند مراقب میکروفون هاتون باشین که حتما بسته باشه تا سر صدای محیط خلالی در و اجرای گرانراند ما ایجاد نکنه. نکته دومی که خواهش میکنم حتما با نام حقیقی خودتون وارد گرانراند بشین تا ما افتخار آشنایی با شما رو داشته باشیم. از همکار عزیزم سرکار خانم دکتر حبیبی عزیز خواهش میکنم که مریض امشب برای ما معرفی بفرمایید. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، اگر صدای بندر داریم ما در خدمت شما هستیم. سلام استاد، وقتتون بخیر. سلام خدمت همکاران و اساتید گرامی. کیس امشب رو معرفی میکنم خدمتتون. یه دختر بچه 4 ساله هست که با چیف کامپلین تب راش جنرالیزه و ادم از 6 روز قبل از بستری به مرکز ما مراجعه کرده. سابقه ابدومینال پین، انورکسیا و دیاریا داره توی این مدت، ولی شرح حالی از وامیتین همزمان با این علائم نداشته. بیمار اولین فرزند خانواده است، ترم با وزن تولد 2700 متولد شده، سابقه 2 مرتبه بستری داشته با این شرح حال که تقریبا 1 ماه پیش با لیمپینگ و درد هیپ به مرکز درمانی تکاپ مراجعه میکنه. اونجا مورد ورکاپ قرار میگیره و تشخیص بروسلوز رو برای بیمار مطرح میکنن. به همین علت تحت درمان با ریفامپین و کلتریموکسازول قرار میگیره. بعد از 3 هفته از شروع درمان بیمار با تب و رش جنرالیزه مجددا به همون مرکز مراجعه میکنه. در طول بستری ابدومینال پین و دایاریا هم به علائم بیمار اضافه میشه و بعد از 4 روز بستری در اون مرکز با رضایت شخصی والدین بیمار مرخص میشه و به مرکز ما مراجعه میکنه. در شرح حال خانوادگی والدین بیمار منصوب هستند و پدر بیمار هم یک سابقه بروسلوز رو 2 سال قبل میده. در ضمن پدر بیمار دامپرور هستند. در بعد به ورود معاینات بیمار به این صورت بود که وایتال ساین پارس ریت 120 داشت، ریسپیریتوری ریت 22، تمپریچر 38.8 و بلاد پرشر 170. معاینه اسکین بیمار رش اریتماتوس جنرالیزه داشت همراه با ادم. معاینه قلب و ریه بیمار نرمال بود، ابدومن دیستند همراه با هپاتواسپلنومگالی. معاینه اندام بیمار ادماتوس، تمام پالس ها پرزنت بود و قرینه. در معاینه نورولوژیک هم بیمار هوشیار بود و مقداری اجیته بود. در این اسلایدی که ملاحظه می‌فرمایید تصاویر رش‌های بیمار رو که به صورت جنرالیزه همراه با ادم بوده در عکس واضح هست. در ورکاپ هایی که توی بستری انجام شد، چسکسی که از بیمار گرفته شد نرمال بود. یک سونوگرافی ابدومن برای بیمار درخواست شد که هپاتواسپلنومگالی خونده شد همراه با افزایش اکوجنسیتی کبد و فتی لیور گرید 1. گال بلدر بیمار هم ادماتوس همراه با افزایش ضخامت 5 میلیمتر گزارش کردن. کلیه راست بیمار نرمال بود و کلیه چپ افزایش سایز داشت. اکوکاردیوگرافی که برای بیمار هم انجام شد نرمال گزارش شد. آزمایشاتی که برای بیمار در طول بستری داشتیم، یک لوکوسیتوز داشت که در سی بی سی اولیه اوزینوفیل بیمار 17% بود از پایت 21900، پلی 9%، ولیمف 32%. ESRCRP بیمار نرمال بود، AST 211، ALT 217، والکان فسفاتاز 887 داشت. در طول بستری و در حین درمان تغییرات سی بی سی بیمار رو ملاحظه می فرمایید که لوکوسیتوز بیمار به مرور برطرف شده، کامل از بین نرفته، ولی وایت بی سی بیمار کاهش پیدا کرده، اوزینوفیل بیمار هم درصد اوزینوفیل کاهش پیدا کرده و آنزیم های کبدی هم رو به بهبود بود. در این بیمار با تشخیص دراگ ریاکشن همراه با اوزینوفیلی و سیستمیک سیمتوم درمان شروع شد. در قدم اول ریفامپین و کلتریموکسازول بیمار قطع شد و 3 دوز پالس متیپردیزولون دریافت کرد. بعد از دریافت پالس علائم بیمار
مانند اگزانتم و تب بیمار برطرف شد، از لحاظ کاندیشن عمومی بیمار رو به بهبودی بود، دل درد بیمار برطرف شد، اسهال کاملا برطرف شد و اشتهای بیمار بهبود پیدا کرد. بیمار رو با فالوآپ یک هفته از بیمارستان ترخیص کردیم که در یک هفته بعد که بیمار به مرکز مراجعه کرد، تنها کامپلینی که داشت خارش جنرالیزه بود که داشت، ولی از لحاظ ظاهری روی پوست ضایعاتی مشاهده نمیشد. فیزیکال اگزم بیمار کاملا نرمال بود و سی بی سی که از بیمار درخواست شد یک وایت بی سی 10500 با دیف پلی 20% لیمف 60% و اوزینوفیل 10% داشت. هموگلوبین 9.3 هم، ام سی وی 70 و پلاکت 670,000. ای اس تی بیمار و ای ال تی بیمار کاملا نرمال شده بود. یوریک اسید بیمار 6.7 بود و ال دی اچ 575. با توجه به آزمایشات بیمار و کامپلینی که داشت، فقط آنتی هیستامین برای بیمار تجویز شد و یک آلوپرینول لو دوز که به دلیل یوریک اسید بالا دریافت کنه با فالوآپ یک ماه مجدد به درمانگاه مراجعه کنه. در این تصویری که ملاحظه می‌فرمایید، داروهایی که ریسک درس رو در بیماران افزایش میدن و ملاحظه می‌فرمایید که آنتی بیوتیک ها هستن، آنتی کانوالسنت ها، آنتی وایرال، آنتی دپرسنت ها و آنتی هایپرتنسیو ها. ممنون از توجهتون. خیلی متشکرم از خانم حبیبی عزیز بابت معرفی بیمار. خب عکسی هم از بیمار داریم خانم دکتر؟ بله استاد. خب خیلی ممنون از شما. خب اجازه بدین با ضایعات پوستی شروع کنیم. قبل از اینکه حالا وارد این قضیه بشیم، چون ما قراره امشب از اصطلاح درس خیلی استفاده کنیم، فقط من این رو برای دوستان توضیح بدم. درس یا DRESS مخفف Drug Reaction Eosinophilic and Systemic سیمتوم هستش، یعنی بیمارانی که یک سری واکنش هایی به دنبال مصرف دارو نشون میدن که شامل ریاکشن های داروی همراه به اوزنوفیلی و درگیری های سیستمیک هستش که در ادامه بس به تفصیل در خدمت اصولیت خواهیم بود و توضیح خواهند داد. فقط چون این اصطلاح مکرر ممکنه به کار ببریم، گفتم توضیحش خدمتون بگیم. خب در خدمت اسید بزرگوار گروه پوست هستیم. خدمت سرکار خانم دکتر ستوده عزیز خیر مقدم عرض میکنم. تشکر میکنم از حضورتون در برنامه گرانرند امشب ما. خانم دکتر عزیز، اگر صدای بنده رو دارید، در مورد ضایعات پوستی این بیمار برای ما توضیح بدین که این ضایعات چطور توصیف میشه و در چه بیماری های ممکنه که ما با این ضایعات مواجه بشیم. سلام عرض میکنم خانم دکتر، صدای منو دارین؟ بله خانم دکتر عزیز، صدای شما رو داریم. سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام خدمت همکاران و اساتید، ممنون از اینکه منو دعوت کردین. اگر حالا ما شرح حال مریض رو در نظر نگیریم، فقط فکر کنیم که الان ما با یه بچه مواجه هستیم که با یه بصورت پوستی اومده، طرح بصورتش طرح ماکولوپاپولر هست یا اصطلاح موربیلی فرم یا بصورت سرخکی شکل، یا همچین اصطلاحی رو در موردش به کار میبرن. که ما معمولا وقتی که این بصورت ماکولوپاپولر رو داریم، در رأس تشخیصامون دو تا تشخیص در رأس تشخیص ها مطرحه که یکی واکنش های دارویی هستش و یکی بیماری های ویروسی. در مرحله بعد حالا بیماری های دیگه مثلا بیماری های روماتولوژیک مثل لوپوس، کاوازاکی، اینها هم همیشه توی تشخیص های افتراقی رش های ماکولوپاپولر تو مراحل بعد مطرح میشه، ولی بیشتر در رأس تشخیص هامون دو تا تشخیص، یکی دراگ رابشن هست و یکی رش های ویرا. منطقه توی این بیماری که خب سابقه مصرف کتریموکسازول میده و سه فاصله بوده و ریفامپین، کتریموکسازول و ریفامپین هر دوشون جزء داروهایی هستن که در ایجاد سندروم درس نقش دارن، بنابراین و با 3 هفته فاصله که اینم باز به نفع این خود درس هست، چون معمولا 2 تا 6 هفته بعد از شروع دارو در واقع ما واکنش به صورت درس رو میبینیم و
و به خصوص اینکه زایات مخاطی نداره، زایات تاولی نداره، چون اگه درگیر مخاطی و درگیر تاولی و زایات وزیکول و بولوز و اینها بود، باز بیشتر طیف استیونز جانسون 10 مطرح میشد توی واکنش های دارویی. بنابراین با وجود اوزینوفیلی و درگیر کبد و اینا، خب به نظر میاد که همه معیارهای درست رو در واقع کامل میکنه. ولی حالا صرف نظر از تشخیص، همیشه از نظر توصیف زایات اگر بخوایم بگیم، بصورت ماکولوپاپولر یا بصورت موربیلی فرم هستش، که گفتم همیشه وقتی که با این بصورت ما روبرو هستیم، در رأس تشخیص ها واکنش های دارویی و بیماری های ویروسی رو باید بیشتر از همه بهش فکر کنیم. تو مراحل بعد حالا بیماری های روماتولوژیک و کاوازاکی و اینها هم باید در گوشه ذهنمون باشه که برای مریض مطرح بشه. خیلی متشکرم خانم ویتو از توضیحاتتون. استاد، این داروهایی که مصرف میکرده برای درمان بروسلوزش هم ریفامپین بوده و هم کتریموکسازول که هر دو میتونن مقصر باشن، راهی هست که ما تشخیص بدیم کدوم یکی از این داروها مقصر ایجاد این واکنش دارویی بودن؟ من فکر میکنم که در مورد اینکه راهی وجود داره یا نه، من واقعا نمیدونم که یه تست قاطعانه هست که بتونه بین این دوتا افتراق بده یا نه. ولی از نظر شیوع سولفانامیدها خب بیشتر از شایع تر هستن، یعنی کلا در رأس داروهایی که درست ایجاد میکنن، یکی داروهای ضد تشنج هستن و یکی سولفانامیدها. برای این بیشتر به نظر میاد که کتریموکسازول هست که نقش داشته باشه. ولی آیا تست این ویتروی مثلا وجود داره که بتونه افتراق بده این دوتا رو از هم دیگه؟ من دقیق نمیدونم، شاید همکاره ایمولوژیست بتونن بهتر کمک کنن. خیلی متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از توضیحات شما. یکی از همکارا از فعلهای خودمون سوالی کردن که آیا واسکولیت هایپرسنسیتیو بر این بیمار مطرح میشه؟ ببخشید سوالشون چی بود؟ واسکولیت هایپرسنسیتیویتی، یعنی مثل هنوخو اینا مطرح بشه، مثل هنوخو باشه؟ معمولا هایپرسنسیتیو واسکولایتیس بیشتر هنوخشون لاین و اینا رو میگن. میتونه توی بصورت ماکولوپاپولر جزء تشخیصهای افتراقیش هنوخشون لاین رو هم نوشتن، اما ایتیپیکالش بیشتر، ولی جزء تشخیص اول نیستش. ممکنه توی رده های بعدی تشخیص بهش فکر بکنیم. توی این مریض به نظر من واقعا چون کرایتریای درست رو داره دیگه تشخیص دیگه این مطرح نمیشه. ولی از این نظر که بخوایم کلن توی بصورت ماکولو پاپولر بهش فکر بکنیم، بله، هنوخ انواع ایتیپیکالش جزء تشخیص افتراقی بصورت ماکولو پاپولر هستش. سپاسگزارم خانم دکتر، خیلی متشکرم از شما. جناب آقای طاهری هم در جای ما حضور دارن. آقای طاهری، شما هم نظری راجع به این بیمار دارین با توجه به شرح حال و عکسایی که رعایت کردید؟ سلام علیکم. سلام جناب دکتر. سلام و عرض ادب خدمت اساتید گرامی. خیلی ممنون که منم دعوت کردین. سرکار خانم تو سجده بسیار عالی توضیحات رو فرمودن. یه نکته هم ادم فیشیال هستش که در درگ اپشن اگه جلب توجه بکنه، یکی از تشخیصهای اصلیمون سندروم درست میشه، چون ادم فاسیال رو ما در واکنش های داروی که از نوع درست باشه خیلی واضح میبینیم. در مورد واسکولیت هم که صحبته شد، برحال ما انتظار داریم در بالین اون رش پاتاگونومونیک رو پچی پولبرش رو ببینیم که در اینجا خیلی به چشم نمیاد. در مورد تست هم که خانمتون فرمودن، واقعا تست تشخیصی قاطع برای اینکه چه دارویی هست نیست. همونطور که خانمتون هم فرمودن، اینجا باید برگردیم به دیتابیس کتریموکسازول رو در رأس قرار میده. بنابراین اگر ما قرار باشه انتخاب بکنیم بر اساس مطالعات قبلی، کتریموکسازول مقصر اصلیه و بعد ریفامپین. البته اگر واقعا به قصد ریسرچ بخوام کار بکنیم، پشتس هم ذکر شده، یعنی ما میتونیم این داروها رو
به صورت پچ روی پوست استعمال بکنیم و بعد از 48 ساعت بخونیم. حالا نه 100%، شاید در حد 10-30% بتونه ما کمک کنه. یه روش دیگه هم که اصلا توصیه نمیشه مخصوصا در واکنش های شدید، ریچلنج، یعنی ما اگر بعدن در اکسپوژر به هر کدوم از این داروها ایجاد بکنیم، انتظار داریم که رش مشابه ایجاد بشه، ولی چون الان با یک واکنش داروی شدید مواجه هستیم، منطقی نیست که همچین کاری بکنیم. بسیار عالی، خیلی متشکرم. در بعض از موارد اشاره شد به این پچ تست، پس تا حدود 30% موارد میتونه به ما کمک کنه. بله بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر. اجازه بدین در خدمت همکار ایمونولوژیستمون باشیم، سرکار خانم دکتر شریعت عزیز. سلام عرض می‌کنم خدمتتون. خانم دکتر، اگر صدای بنده رو دارید، شما نظرتون راجع به این بیمار بفرمایید و مختصری در حدی که در فرصت ما اجازه بده در مورد درس برای ما توضیح بدید که اساساً چرا به دنبال بعضی از بیماری‌ها این اتفاق می‌افته، چه واکنشی هست و چه اقدامی باید انجام بدیم وقتی با بیماری با تشخیص درس مواجه می‌شیم. با سلام و تشکر از دعوت شما. بله، این درس خب یک واکنش دارویی هستش و واقعا واکنش های دارویی یکی از معضلات مهم حتی ایمونولوژی هستش، یعنی واقعا خیلی پیچیده هستش. ولی حالا از این جهت که من جایگاه درس رو مشخص بکنم، فکر میکنم که از اول به واکنش های دارویی بپردازم که به این صورت هستش که معمولا حالا یه سری عوارض جانبی دارویی هستش که وابسته به ایمیون مدییتد نیستن، که صحبت ما نیست، حالا به هر حال مسائل دیگه مطرح میشه. ولی واکنش های دارویی که ایمیون مدییتد هستن به این صورت هستش که همینطور که واکنش های ایمنی رو میدونی طبق تقسیم بندی ژل و کومز که 4 نوع هستش، نوع اول که آی جی مدییتد هستش مثل آنافیلاکسی و کهی، به هر حال یه بچه‌ای با پوست میاد خب ممکنه که کهیر باشه نسبت به اون دارو، که معمولا بیمار یک ازایات کهیری داره و تب نداره، علائم سیستمیک نداره، که ما این رو به عنوان کهیر حالا یا تو اینجا چون دارو مطرحه یا غذایی مطرح میشه و خیلی راحت هم این بیماری به آنتی هیستامین ها، اگر یک کهیر ساده باشه خیلی به آنتی هیستامین ها راحت پاسخ میده و مشکلی ایجاد نمیشه. نوع دومش که با واسطه آی جی جی و آی جی ام هست، یعنی باز ایمونوگلوبولین ها اینجا دخالت دارن، یعنی بی سل دخالت داره، که بیشتر دیسکرازی های خونی هستش که حالا کمتر ما دیدیم. و نوع سوم سروم سیکنس و که با واسطه ایمیون کمپلکس ها اتفاق میفته و اینجا باز نقش آنتیبادی نقش داره، که اینجا باز صحبت ما نیست. البته خیلی ممکنه همون اوایل ممکنه، ولی تقریبا سروم سیکنس یک نوع واسکولیت هستش و شما معمولا ضایعات بیمار رو میبینید که بنفش رنگ یا تیره رنگ شده، که نشون دهنده حالا یه مسئله سیستمیک هم مطرح میشه. منتها تیپ 4 تیپ سلولی هستش که قبلا فقط به عنوان کانتاکت درماتایتیس مطرح میشد، ولی الان تیپ سلولی که منظور سلول تی هستش، یعنی سلول بی تقریبا حالا نه اینکه بگیم نقش نداره، ولی بیشتر نقش اصلی رو سلول های تی دارن. خود این هم به 4 دسته A و B و C و D تقسیم شده، یعنی جدیداً تقسیم بندی جدیدی در مورد تحریک سلول تی توسط داروها مطرح شده که نوع اولش نوع A تی هلپر 1 دخالت داره، یعنی سایتوکاین های تی هلپر 1 هستش، مثل تست پی پی دی یا تست توبرکولین که به دنبال حالا واکسنی که فرد زده یا ابتلا به بیماری در فرد ما با اون تست انجام میدیم، اینجا تی هلپر 1 و اینترفرونا دخالت دارن. نوع بی تی هلپر 2 دخالت داره، 2 یا تی هلپر 2 هست که معمولا سایتوکاین های آلرژیک اینجا وارد عمل میشن و سلول های مثل ایوزینوفیل رو تحریک میکنن، که تقریبا همین چیزی که مورد بحث ما هستش و این بیماری درس از مشخصات همین نوع بی تیپ چیز هستش، تیپ 4 سلولی هستش. و
ما نوع بعدیمون نوع سی بیشتر توسط سلولهای سایتوتوکسیک هست. درست بیشتر توسط CD4 ها و CD8 ایجاد میشه، ولی نوع سی توسط سلولهای CD8 فقط هست، یعنی سایتوتوکسیتی دارن و با ترشح پرفورین و گرانولیزین عمل خودش رو انجام میدن که نمونه بارزش تن و استرن جانسون هستش. و نوع چهارم هم که نوتروفیل ها دخالت دارن که بیشتر مثلا GM-CSF و اینها ترشح میشن و بیشتر نمونه بارزش عجبت هستش که حالا یک بیماری پوستیه که حالا حتما به هر حال زایات پوستچوله تو زمینه اریتماتو دیده میشه که حالا اینا به علت داروها ایجاد میشه. منتها صحبت ما حالا بیشتر نوع بی و درس هستش که به این صورت هست که معمولا درس بعد از 2 هفته، چون این بیمارم دقیقا 3 هفته بوده که این داروها رو میگرفته، بعد از 3 هفته حالا این بیمار دچار علائمش هم خیلی مشخص، معمولا ادم صورت دارن، همونجوری که خانم دکتر ستوده فرمودن معمولا زایات موربیلی شکل هستن، تب دارن. اینا از مشخصات این بیماری که حالا این بیمار هم داشته و افزایش آنزیمای کبدی تقریبا در 80% موارد دیده میشه. بیمارایی که ما داریم اکثرا بیشتر با داروهای ضد تشنج، حالا اینجا هم داروها ذکر شده، ولی بیشتر ما با داروهای ضد تشنج هم تن و استیون جانسون هم درس رو میبینیم. منتها خب بله داروهای دیگه مثل همین حالا دارو توی بالغین بیشتر آلوپرینول رو ذکر میکنن، ولی خب حالا این بیمار بیشتر ممکنه هم کتریموکسازول مطرح باشه که مریض میگرفته. البته حالا برای تشخیص اینکه آیا واقعا چه دارویی وجود داره همون پچ تست میتونه کمک کنه، یک تست این ویوو هستش پچ تست، منتها این ویترو هم داریم، یه تست این ویترو هستش که ما LTT بهش میگن، ما لنفوسیت های تی بیمار رو با دارو مواجه میکنیم و تکثیر این لنفوسیت ها در محیط آزمایشگاهی میتونه نشون بده که بیمار، که اتفاقا این در مورد کتریموکساتور یه زمانی انجام میشه در بیمارستان ما که حالا فعلا انجام نمیشه، و به این صورت میشه حالا علت مقصر دارو به فکر میکنم که همین کتریموکسازول بوده و مریض کرده، که ما حالا ابتداعا درگیری کلیوی هم ممکنه داشته باشن. ما داشتیم بیمارانی پنومونی دارن، پنومونایتیس دارن، اینجور بیماری، یعنی به این صورت هم بوده. حتی درگیری کبدی اونها ما آنزیم های کبدی به 1000 رسیده و بعد حتی مریض آنسفالوپاتی کبدی پیدا کرده، یعنی واقعا داروهایی که خیلی حالا این قابل توجه بقیه پزشکان که داروهایی که خیلی راحت مثل فنوبار یا حالا داروهایی که به انواع علل مختلف تجویز میشه، ما اینجا بیمارانو میبینیم که واقعا حتی باعث ممکنه مرگ اونها بشه و میتونه اینقدر دارو خطرناک باشه، و اونم همون تحریک سلول تی هستش که البته تو HLA های بستگی زمینه ژنتیکی هم ارتباط داره، به HLA های خاصی رو هم در زمینه درز هم مثلا در مورد حتی داروهایی که ایجاد میکنن HLA های خاصی رو شناخته شده هستش که حالا به هر حال یه مقدار ریاکتیویشن های ویروس رو هم مقصر میدونم، اون تا ما هر چی دادیم مثلا PCR ویروس ها رو چک کردیم، هرپس ویروس HHV6 و 7 و EBV اینها معمولا چیزی به دست نیاوردیم، ولی خب تو ریاکتیویشن این موضوع ممکنه که دخالت داشته باشن ویروس ها هم. درمانی که برای اینها اگر خیلی سریع شروع بشه معمولا با همون کورتون 1 تا 2 میلی گرم پرکیجی، معمولا بیمارا من بیماری داشتم که آنزیم های کبدیش مثلا 1000 هم رسیده بود با 3 میلی پرکیجی مثلا زنه کاهش پیدا کرد، ولی خب در بعض از بیمارا واقعا این سلولای تی وحشی میشن و واقعا مریض رو تا خیلی شدید درگیر میکنن و دیگه پالس کورتون که حالا توسط روماتولوژیست های گرامی انجام یعنی میشه و خیلی واقعا هم خیلی خوب معمولا بیمارا پاسخ میدن و ممکنه از یک مرگ حتمی واقعا نجات پیدا کنن. پس درمانش کورتون هست، خیلی آیویجی توصیه نشده، ولی خب سایکلوسپورین هم در یه مقداری، ولی خب خیلی مطالعات در موردش این که واقعا مؤثر بوده، ما هم در یکی دو بیمار خیلی نتیجه نداشت. بیشتر مسئله کورتون هست و اینکه سریع با تشخیصی که اینها مشخصشون همین راش، تب و افزایش آنزیمای کبدی هستش بعد و مصرف دارویی که دارن.
و کورتون اگه سریع شروع بشه ممکنه که واقعا بیماری خیلی زودتر کنترل بشه. ولی به هر حال و یه نکته دیگه مسئله اوتو ایمیونیتی هست، یعنی واقعا سلولای تی اینها انقدر وحشی و بدخیم میشن که اینا بعدا ممکنه دچار بیماری های اوتو ایمیون بشن، مثل تیروئیدیت، لوپوس، که بهتره که اینا تا 4 سال هر سال مثلا اینا تستاشون از نظر آزمایشگاهی این تستا تکرار بشه. و در مورد اینکه حالا آلوپرینول شروع شده، نمیدونم حالا این مریض واقعا ممکنه خود اون یه باز بیمار، یعنی همیشه توصیه میشه هم تو تن هم تو درس که بیمارایی که مشکل پیدا میکنن بهتر، یعنی تا اونجایی که میشه هیچ دارویی دیگه به اینا داده نشه، چون واقعا اینا خیلی دیگه تحریک شده، یعنی سلول های تی اونها خیلی تحریک شده و خیلی ممکنه به هر دارویی دوباره این مشکل رو داشته باشن. منتها خب حالا ضروری بوده و داده شده و کورتون هم که داره میگیره و اینها خب به هر حال طولانی مدت هم ممکنه تا به هر حال کنترل علائمشون حتی تا 3 ماه ممکنه که کورتون رو با دوز حالا کم بگیرن و تیپرینگ بشه. خیلی ممنون، من اگر سوالی باشه باز در خدمتتون هستم. خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحات شما، مخصوصا بحثی که در مورد درمان داشتید، سپاسگزارم از شما. پس یه بار دیگه ما جمع می‌کنیم، بیماری داریم که دختر خانم 4 سالی که با تشخیص بروسلز تحت درمان قرار می‌گیره با کتری مستظر برای فامپین و حدوداً 3 هفته بعد دچار عوارض پوستی، ادم صورت، افزایش آنزیم‌های کبدی و همینطور ایوزنفیلی در خونه محیطیش میشه که با تشخیص درست تحت درمان قرار میگیره. حالا مسئله که میمونه اینی که خب این بیمار تحت درمان قرار گرفت و عارضه درستش کنترل شد، حالا میمونه مشکل اولیش، یعنی بیماری زمینه که داشته که ما مجبور بودیم این داروها رو براش استفاده کنیم، یعنی بروسلوزش، حالا چی کار کنیم و چه داروهایی براش استفاده کنیم. همینطور دانشجوی عزیز استاد عفونی کودکان رو در جمع خودمون میبینم، ضمن سلام و تشکر از حضورشون در گرانرانده ما، این سوال از خدمت شما دارم که خانمی تو حالا ما برای این مریض چی کار کنیم نسبت به کتری مکسیده برای فامپین؟ به نظر میسه که این واکنش رو نشون داده، حالا داروی جایگزین چی رو انتخاب کنیم و چگونه درمان بیمارمون رو ادامه بدیم؟ خانمی تو عزیز صدای بنده رو دارید؟ بله، سلام خدمت همکاران عزیز و شب بخیر. در مورد این مریض کتری که دیگه به هیچ وجه نباید استفاده کنی، ترکیب کتری ریفامپین هم که مجموعش باعث این مشکل شده، ما مدت هاست که دیگه از کتری ریفامپین استفاده نمی کنیم، به همین دلیل که مجموعه ممکنه که عوارض پوستی رو تشدید کنه و داروی انتخابی ما کتری و یا آمینوگلیکوزید هست. ولی در مورد این مریض الان دیگه باید بریم به طرف نسل 3 سفالوسپورین ها. این تنها چیزی که ممکنه مؤثر باشه نسل 3 سفالوسپورین ها یا نسل 2 حتی که خوراکیش هم هست میشه استفاده کنی، چیز دیگه یه جانشین نمیتونی بکنی. خیلی متشکرم خانم دکتر از توضیحتون، چون اینم سوال مهمی بود که باید بدونیم حالا در مورد این بیمار چی کار بکنیم. خب یه سوال میتونم بپرسم از خانم دکتر؟ خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. چون بحث درمان بروسلوزش هست، من ضمن عرض سلام خدمت همکاران و سرکار خانم دکتر دانشجو و خانم دکتر ستوده، خانم دکتر دانشجو، ما مشکلی که با این بیمار داشتیم، خب بالاخره هر دو تا دارو میتونست متهم باشه و اینکه آنزیمای بالایی داشت، شاید یه مقدار ریفامپین رو مقصر دونستیم، ولی خوشبختانه آزمایش بروسلوز، نمیدونم چرا حالا خانم دکتر اینا رو تو اسلایدشون فکر کنم من که ندیدم گذاشتن یا نه، آزمایش رایتو کومسای تو میشه که در واقع رایتو تو میشه که تکرار کردیم، 1/20 اومد نسبت به اون، در واقع حالا لطف کردن نشون دادن نسبت به اون تیتر اولیه که فکر میکنم یه تیتر خیلی بالایی داشت، 1/20 شده بود. آیا این 2 هفته درمان میتونه کافی باشه و ما دیگه درمان رو اصلا ادامه ندیم و حالا فالو آپ بکنیم ببینیم علائم برمیگرده و موقع تصمیم بگیریم برای درمان؟ ببخشید من چون 5-6 دقیقه دیر رسیدم، تومی اولش چند بود؟ رایت اولش چند بود؟ الان اینجا گذاشتی رایت 1640 بوده رایت اولش و تومیش فکر میکنم 1320 اگه اشتباه نکنم. خب خیلی خوب جواب داده، منتها 2 هفته کافی نیست، اصلا کافی نیست، من به خصوص در مواردی که مفاصل درگیر باشن حتما باید 6 هفته رو داد.
حالا تو فرمایی که سیستمیک هست و مفصل درگیر نیست بین 3 هفته تا 6 هفته گفتم، ولی به هر حال ما 6 هفته رو همیشه ملاق قرار دادیم. کافی نیست و حتما حتما عود خواهی داشت اگر الان قطعش کنیم. البته 3 هفته دارو خورده ولی بازم فکر میکنم کمه. درسته؟ درگیری مفصلی داشته مریض. چجوری بوده؟ چرا حالش؟ از درگیری مفصلش خواهیم تو حبیبی اطلاع داری این درگیری مفصلی هم داشته یا نه؟ چون ما درسش رو دیدیم. بیمار ببخشید، بیمار لیمپینگ داشته شرح حالی که میدادن و میگفتن که درد هیپو داشته، ولی توی معاینه مجددش اینجا شکایتی، یعنی خودش میگفت که 1 هفته بعد از دارو دیگه هیچ شکایتی از درد مفصل نداشته. خب پس اگه درگیری مفصلی داشته حتما باید 3 هفته دیگه هم دارو بگیره که بهتره حالا نسل 3 یا نسل 2 بگیره. بسیار عالی، خیلی متشکرم. پس هیچ راه فرار نداره که ما داروشو قطع کنیم کلا. خیلی متشکرم از توضیحات شما. بسیار عالی. خب پس یه بار دیگه برگردیم به سندروم درس. گفتیم که خانم توفقی هم دستشون بالا است، من یه توضیح کوچیک میدم در خدمت خانم توفقی خواهیم بود. گفتیم درگ ریاکشن ایوزوفیل ان سیستمیک سیمتوم ها، یعنی بیماری هستن که به دنبال مصرف دارو غالبا با یه فاصله 2 تا 6 هفته بعد دچار واکنش هایی میشن به صورت راش های پوستی، ادم در صورت، ایوزوفیل در خونشون، همینطور تغییرات دیگه مثل لنفوسیت آتیپیک ممکن ببینیم، لنفادنوپاتی ببینیم و اختلالات سیستمیک درگیری ارگان های داخلی بیشتر از همه درگیری کبد به صورت رایز آنزیم های کبدی، درگیری کلیه ممکن دیده بشه که شویش کمتره و غالبا تو مقالات میگه به دنبال استفاده از آلوپرینول دیده میشه و همینطور درگیری سایر ارگان ها ممکن دیده بشه، درگیری ریه ممکن داشته باشیم که اگر بال انجام بدیم ممکن در این بیماران علاوه بر ایوزینوفیل تی سل های سی دی 8 مثبت رو هم ببینیم. یکی از دوستان سوال کرد که آیا قلب هم گرفتار میشه؟ بله ممکنه گرفتار بشه، شویش کمتره، اما به صورت میوکاردیت ایوزینوفیلی یا پریکاردیال افیوژن ممکنه ببینیم، درگیری پانکراس، درگیری برین، درگیری حتی اعصاب محیطی ممکن در جریان این بیماری دیده بشه. خب سرکار خانم تو فقیه عزیز سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. با سلام و خسته نباشید، صدای منو دارید؟ بله بله. خب من اگه بخوام در مورد مریض صحبتی کنم می‌خواستم در 5 محور یه جمع‌بندی انجام بدم. به طور کلی اگر یه مشاوره‌ای برای ما بیاد که یه عارضه دارویی باشه، در 5 محور مختلف اینو ما بررسی می‌کنیم. یکی که اولش ارزیابی هستش، اِوالویشن هستش، که ببینیم که کدوم دارو با توجه که چند تا دارو ممکنه مریض بگیره متهم اصلی در ایجاد اون عارضه هستش. دومین محور کارنت تریتمنت پلان هست که پلان فعلی درمان ما به چه صورت هست. آیا دارو رو قطع کنیم با توجه به شرایط ریسک بنفیت اسسمنت انجام بدیم، آیا جایگزینی داره یا نه. محور سوم فیوچر دراگ اوایدنس استراتژی هست که استراتژی ما برای ادامه درمان این دارو در آینده و تا آخر عمر بیمار به چه صورت خواهد بود، یعنی ری اکسپوژر. محور چهارم کراس ریاکتیویتی این سیم کلاس رو بررسی می‌کنیم، یعنی داروهایی که به لحاظ شیمیایی فیزیکوشیمیایی مشابه هستن چه کراس ریاکتیویتی هایی دارن. و محور پنجم کراس ریاکتیویتی وید آدر کلاسز رو بررسی می‌کنیم، یعنی که با داروهایی که به لحاظ شیمیایی ساختار مشابهی ندارن آیا ممکنه کراس ریاکتیویتی وجود داشته باشه. حالا من 5 محور رو می‌خوام برای این مریض بررسی کنم. اول در مورد اِوالویشن، مریض ترکیب کوتری و ریفامپی رو با هم می‌گرفته، کدوم دارو اتهام بیشتری داره. اگر که آپ‌تو‌دیت رو مرور کنیم تو مبحث درس، یه جدولی داره که در مورد داروهای شایع ایجاد کننده درس، سولفامتوکسازول و کوتریماکسازول رو در واقع می‌نویسه. حالا غیر از آنتی اپیلپتیک های آروماتیک، یعنی لاموتریژین، فلیتوئین، غیر از آلوپرینول و ونکومایسین، سولفامتوکسازول رو می‌نویسه. این میشه frequently reported. یه تو همون جدول نوشته also reported که با شیوع کمتر هستن بتالاکتام ها و اولانزاپین رو می‌نویسه و اسمی از داروهای آنتی توبرکولوزیس نمیبره. اما اگر مرور متون رو انجام بدیم، یک مقاله‌ای هستش که antibiotic induced stress رو صرفاً بررسی کرده، یک literature review هستش، 254 تا کیسی که فقط ناشی از antibiotic ها، آنتی ویروس ها و آنتی توبرکولوزیس راک ها بودن رو بررسی کرده. از این 254 تا 42% کیس ها مربوط به داروهای آنتی توبرکولوزیس راک بوده و در بین اونها ریفامپین شایع تر بوده و بعد اتامبوتول، ازونیازید و بعد اتامبوتول. باز اگه مرور متون انجام بدیم،
این یه مقاله هستش که در سال 2020 هم چاپ شده و در همین مقاله که 254 تا کیس رو بررسی کرده 42% همه موارد داروهای آنتی توبرکولوزیس بوده، 9% موارد سولفونامید ها بوده. پس با توجه به این دیتابیس و با توجه به این مقاله سمت سوی ما باز میره به سمت داروهای آنتی توبرکولوز، هرچند آپ تو دیت میره به سمت کوتینوماکسازول. پس مقالات دیگه هم در لیتریچر هست، بعضی جاها به سولفونامیدها اشاره کرده، اشاره به ریفامپین نکرده. یه مقاله دیگه هم بود که من سرچ میکردم در مورد پریولنس درست ناشی از داروهای آنتی تی بی، کلا شیوعش رو 1% گزارش کرده و باز گفته اتامبوتول شیوعش بیشتره و بعد ریفامپین. در مجموع اگه میخوام محور یک رو جمع بندی بکنم در مورد اوالویشن، نمیتونم بگم که 80% 20% کدوم دارو، هر دو تا دارو رو نسبت 50-50 میدم. بر اساس آپ تو دیت سمت سوی کوتینوماکسازول بیشتره، بر اساس مقالات مروری و کیس ریپورت ها آنتی توبرکولوزیس دراگز هم فراوون گزارش شده. بنابراین 50% ریفامپین 50% کوتینوماکسازول متهم اصلی هستن. در محور دو بخوام توضیح بدم کارنت تریتمنت پلان چی هست. درس آرزه هستش که باید این داروها قطع بشه، پس این داروها اندیکاسیون قطع داره و اوایدنس انجام میدیم. در مورد محور سه فیوچر دراگ اوایدنس استراتژی، ما اجازه ری اکسپوژر در مورد درس نداریم. پس اگر که درس ناشی از کوتیری یا ریفامپین باشه، مریض که مرخص میشه یه دراگ لیستی بعد به این فرد داده بشه، در اون دراگ لیست حتما نوشته شده باشه که این فرد تا آخر عمرش این داروها رو دریافت نکنه. اما در مورد محور 4 کراس ریاکتیویتی با سایر داروهای هم خانواده اینها، خب ما همیشه حواسمون باید به کراس ریاکتیویتی ها هم باشه. در مورد سولفونامید ها ما دو دسته داروی سولفونامیدی داریم، یک سری آنتی بیوتیک های سولفونامیدی و دیگری داروهای نان آنتی مایکروبیال سولفونامید. مثل چی؟ مثل فروزماید، هیدروکلورتیازید، استازولامید، دیازوکساید، سوماتریپتان، گلیبنکلامید، سلکوکسیب، سولفاسالازین، سوتالول، زونیساماید و توپیرامات. اینها داروهایی هستن که اینها هم سولفونامیدی هستن. آیا کراس ریاکتیویتی بین آنتی بیوتیک های سولفونامیدی و داروهای غیر آنتی بیوتیک سولفونامیدی وجود داره یا نه؟ در مورد کراس ریاکتیویتی مطالعات، اطلاعات ما بر اساس مطالعات ابزرویشنال میاد و تست سرولوژیک پوستی والیدیتد نداره. بر اساس مطالعات ابزرویشنال میگه به صورت کلی کراس ریاکتیویتی وجود نداره. اما یه مبحثی داره آپ تو دیت تحت عنوان سولفونامید آلرژی. در همین مبحث سولفونامید آلرژی میگه پرکتیس ما اینه که اگر آرزه به سولفامتوکسازول یعنی به آنتی بیوتیکای سولفونامیدی خطیر بوده باشه، مثل استیونز جانسون یا تن یا درست اگه خطیر بوده باشه، ما سایر دارو آنتی بیوتیکای سایر داروهای سولفونامیدی رو هم با نمیدیم، کل سولفونامیدها رو نمیدیم، یا اگر بخوایم بدیم با احتیاط میدیم. بنابراین در دراگ لیست این مریض باید فروزماید، بومتانی، هیدروکلورتیازید، استازولاماید، دیازوکساید، سوماتریپتان، گلیبنکلامید، سلکوکسید و سولفاسالازین هم تحت عنوان احتیاط ذکر بشه. و این معنی که هم اشاره کنم با وجودی که بین آنتیبیوتیک های سولفونامیدی و داروهای غیر آنتیبیوتیک سولفونامیدی کراس ریاکتیویتی وجود نداره، این وجود نداشتن برای واکنش هایی مثل راش و واکنش هایی بوده که ساده بوده که چنل راحت انجام میشه، یعنی کسی که به کوتینوماکسازول آلرژی داره راحت براش فروزماید تجویز میشه. اما اگر واکنش خطیر باشه میگه در پرکتیس ما اینا رو استفاده نمیکنیم. و ضمن اینکه من بگم که FDA هم هشدار داده، FDA هم یه کاشن یا کانتراندیکیشن برای این سولفونامیدهای غیر آنتی بیوتیکی گذاشته. اما در مجموع کانتروورسی هول هوشت این قضیه وجود داره. بهتر بنویسیم احتیاط، یعنی فروزماید هم در این چنین مریضی میتونه احتیاط داشته باشه یا باید با گرید چنج یا با تست دوز شروع بشه، یه دفعه فول دوز شروع نشه. اما دو تا دارو در این لیست هستن که استثنا هستن و یکی سولفاسالازین هست و سلکوکسیب. سولفاسالازین به طور قطع کراس ریاکتیویتی کامل با کوتینوماکسازول داره، به دلیلی که سولفاپیریدین آزاد میکنه که با آریل آمین کوتینوماکسازول کاملا کراس ریاکتیویتی داره. بنابراین جز دراگ لیست این مریض حین ترخیص هم باید نوشته بشه که تا آخر عمر سولفاسالازین هم نباید دریافت بکنه و کراس ریاکتیویتی کامل با کوتینوماکسازول داره و در صورت درست ناشی از کوتینوماکسازول کنتراندیکاسیون مطلق به سولفاسالازین هم داره. و اما داروی دیگه سلکوکسیب هستش. سلکوکسیب هم در مواردی که
فردی به سولفونامیدها عارضه‌ای داره که خطیر بوده، این هم میگه اواید بشه. بنابراین سلکوکسیب هم جز لیست داروهای اوایدنس این مریض باید قرار بگیره. اما محور آخر و محور پنجم، کراس ریاکتیویتی با داروهایی که این خانواده رو این ساختار شیمی سولفونامیدها رو ندارند. دو تا اینجا نکته ما داریم. یکی اینکه نسل صریح آپ تو دیت که می‌نویسه در حین درس ممکنه که بتا لاکتام‌ها اگه تجویز میشه به دلایل دیگه‌ای درس رو باعث ریلپسش بشه، پس احتیاط صورت بگیره. پس با وجودی که ساختار شیمیایی مشابهی نداره احتیاط داره. و دوم دابسون سولفونامیدی نیست، سولفون هست، اما کانسرن های کراس ریاکتیویتی وجود داره. پس اگه بخوایم خلاصه کنیم دراگ لیست این مریض رو به لحاظ کراس ریاکتیویتی ها، غیر از خود سولفا کوتریماکسازول و ریفامپین، ریفامپیسین، ریفابوتین، سولفاسالازین، سلکوکسیب و یه سری داروها هم با احتیاط مثل فروزماید، هیدروکلورتیازید، استاتازولامید، اینها هم با احتیاط باید استفاده بشه. این صحبت من بود راجع به پنج محوری که ما خودمون در مشاوره عارضه دارویی بررسی می‌کنیم. و اما نکته آخری که می‌خواستم بگم، هر کجا عارضه درس گزارش شده تو لیتریچر یه رجی اسکار هم براش پر شده. بعد نبود که من تو اسلایدام، یعنی همکارا فلوچو بها بحث آموزشی هست، رجی اسکار تو آپ تو دیت هم هست، تو مپس درس یه جدولی هستش که کمک میکنه به تشخیص درست هستش که European Registry of Severe Cutaneous Adverse Drug Reactions هست که توتال اسکور میده، پرابیبل، پاسیبل و دفینت تشخیص میده که مثلا اگه اسکور مریض بالای 6 بشه دفینت تشخیص درست رو ما داریم. یه ورژن ژاپنی هم داره که تو لیتریچر هم میگن جی اسکار، اما همین رجی اسکار رو تو آپدیت اشاره کرده، حداقل یه رجی اسکار هم برای این مریض بر میشد خوب بود، چون همه جا درست همراه با رجی اسکار بوده. توضیحات من تموم شد، اگه سوالی هست در خدمتتون هستم. بسیار عالی خانم، تو خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، از توضیحات بسیار خوبی که در مورد این بیمار فرمودین، مخصوصا اشاره که فرمودین در مورد داروهای دیگه هم که باید هشدار بدیم برای بیمار. سوال فرمودن که دو تا سوال، یکی اینکه آیا پی پی آی هم میتونه در ایجاد درس نقش داشته باشه خانم دکتر، و سوال دوم آیا این موارد رو باید به رجستری وزارت بهداشت هم ریپورت کنیم؟ خیر، در مورد پی پی آی ها به صورت کلی در جدول آپ تو دیت چه فریکوئنتلی ریپورتد چه آلسو ریپورتد ها گزارش نشده، مگر شما سرچ کنید کیس ریپورت ما پیدا بکنیم. برای این جزء داروهای شایع اصلا نیست، من به چشمم نخورده. در مورد این وزارت بهداشت نمیدونم، اما کلا این کیس ارزش ریپورت داره. هنوزم که هنوزه تمام موارد درست، به خصوص اینکه کامبینیشن به دو تا دارو بوده و نمیدونیم کدوم متهم هست، ارزش ریپورت داره. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از شما خانم دکتر. خب قبل از اون که در خدمت استادیه برای جمع‌بندی نهایی باشیم، از همکاران عزیز اگر نکته خاصی کسی داره یا تجربه مشابهی که میخوان بگن، مخصوصا همکاران روماتولوژیستمون یا ایمونولوژیست، در خدمت هستیم. استاد رئیس گرامی سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جانم خانم دکتر تحریری، ببخشید اگه فرصت هست، من ضمن تشکر از خانم دکتر فقیهی با اطلاعات خیلی خوبی که دادن، ما در مورد تیوی مدت هاست که ریفامپین استفاده کردیم، حتی یک مورد هم درست نبوده، ندیدیم اصلا زایپوستی با ریفامپین به این صورت نداشتیم. و دو تا اصل هست، حالا از نظر تجربی من از اساتید قبل خیلی گذشتم شنیده بودم، خود ما هم به این نتیجه رسیدیم تو تجربه که اولا دو تا دارویی که آلرژی ایجاد میکنن وقتی با هم بشن اثرشون بیشتر میشه، و دارو وقتی بیجا استفاده بشه، الان آقای دکتر جی فرمودن که تستای کبدیش هم بالاست، پس احتمال اینکه ریفامپین اینجا بیشتر نقش داشته باشه هست. و به اضافه اینکه ما خیلی دوست داریم ریفامپین رو برای سل نگه داریم، توی بروسلوز به جای ریفامپین، چون چند تا سوالم تو چت بود، میشه از آمینوگلیکوزید استفاده کنی، ولی الان دیگه نه، از همون اول میشد کوتری با آمیکا بدی با یا با جنتا بدی و اصلا ریفامپین نیاد. به نظر من توی بروسلوز بچه ها سال هاست که ما تجربه داشتیم، توی جداول کتابی هم مقالات هم اومده که ترکیب کوتری آمینوگلیکوزید به مراتب عود بیماری و ری‌انفکشنش حتی از کوتری ریفامپین بهتره. کوتری آمینوگلیکوزید یعنی هیچ ترکیبای مختلفی که استفاده شده کوتری آمیکا بوده. حالا حداقل توی بچه‌ها به نظر من بهترین درمان اینه که آمینوگلیکوزید کنار کوتری گذاشته بشه و از ریفامپین استفاده نشه. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم خانم. شما در جلسه ای هم که یه بار بیمار بروسلوزی معرفی کردیم و شما حضور داشتین، اونجا هم این نکته رو فرمودید، ممنون از یادآوریتون، سپاسگزارم از شما. استاد رئیس کریمی سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب بخیر خدمت اساتید عزیز میکنم. خیلی استفاده کردیم. حالا آقای دکتر زیایی تو چت یه چیزی نوشتن که انشالله از حضور خانم دکتر فقیهی بیشتر استفاده کنیم. الله یه برنامه بذاریم انشالله با حضور همکاران فعلی و اینا سوای گراندراندها در خدمت خانم دکتر باشیم. فکر میکنم ما مباحث دارویی مبتلا به حالا حوزه روماتولوژی خیلی داریم که خیلی میتونه برامون مفید باشه. بعد یه شوخی هم با دکتر زیایی بکنم. وقتی ایشون تو گروه نوشتن که بدون فیلتر شکن عمل از ظاهر میشه وارد شد، ما با فیلتر شکن هم به زور داریم وارد میشه، ما این مرتب قطع وصل میشه یا چی شده حالا نمیدونم. ولی راجع به بیمار احتمالا دکتر زیایی خاطرشون هست، استاد دانشگاه هم احتمالا خاطرشون هست. ما فکر میکنم حدود 12 سال پیش یه بیماری با مصرف فنوباربیتال از مطب استاد حقیقی بخش اومده بودن و مدت‌ها هم بستری بودن با وضعیت بسیار بسیار از نظر راشای پوستی بدتر و درگیری کبدی خیلی بدتر، یعنی آنزیم‌های کبدی بالای 1000 و خب با پالس کورتون بهبودی پیدا کردن. اما در فالوآپ حالا خانم دکتر شریعت هم فرمودن که باید مواظب سایر بیماری‌ها باشیم، در فالوآپ این بیمار ما در واقع دچار هایپوتیروئیدی شد و خب تحت درمان داروی تیروئید بود. البته مطب استاد می‌رفتن و خب من مدت هاست که دیگه خبر نداریم که بعداً چه اتفاقی براشون افتاد، بعداً چه وضعی دارن. اما یه بیمار حدود 5 ساله بود به دنبال مصرف فنوباربیتال، یعنی به دنبال تب و تشنج فنوباربیتال بهشون داده بودن و بعد از مصرف فنوباربیتال دچار ضایعات پوستی بسیار شدید و درگیری کبدی و اوزینوفیلی شدن و خب حال عمومی واقعا بدی داشتن در حالت نیاز به آی سی یو. تا خب حالا تو بخش ما نگه داشتیم و با پالس و بعد آی بی آی جی و یعنی داروهای بیشتری از پالس هم استفاده کردیم با توجه به شرایط بیمار، ولی خب بیمار خوب شد الا عارضه‌ای که هورمون هایپوتیروئیدی براش به جام. در خدمت شما هست. سپاسگزارم استاد، ممنونم از شما. جمعی طور زیایی در خدمت شما باشیم برای جمع‌بندی نحوی بیمار. خانم دکتر ببخشید، من یه صحبتی راجع به صحبت‌های خانم دکتر فقیهی داشتم، اگر که میتونم صحبتی داشته باشم. بله بفرمایید. در مورد گریده چالش که ایشون فرمودن، این در مورد واکنش‌های آی جی مدییتد این کار رو می‌کنیم که ما مثلا اول 1/10 دارو رو تزریق می‌کنیم، نیم ساعت 20 دقیقه صبر می‌کنیم تا ببینیم مریض واکنش میده و بعد داروهای بعدی. ولی ببینید در مورد درس همیشه 2 هفته طول می‌کشه، یعنی مریض حتما حداقل مثلا 2 هفته باید دارو استفاده کرده باشه و این اتفاق بیفته. بنابراین گریدر چنی در مورد این بیمار به کار نمیره، در مورد حالا موارد دیگه میتونه مطرح باشه. خیلی ممنون. متشکرم خانم دکتر حساسی. شما جناب استاد در خدمت بفرمایید. خانم دکتر فقیهی بفرمایید. البته درست گرید همطوره استاد، گرید چالش یا دسنسیتیزیشن کلا در مورد استیونز جانسون و تلو درس مطرح نیست، فقط گفتم که در مورد کراس ریاکتیویتی بین آنتی بیوتیک های سولفونامیدی و داروهای غیر آنتی بیوتیک سولفونامیدی، یعنی اگه بخوای فروزماید برای مریض تجویز بکنیم ما چه کاری میتونیم بکنیم، یعنی یک احتیاط یا کانتروورسی هولوش این قضیه وجود داره. ممنون. متشکرم خانم دکتر، سپاسگزارم از شما. استاد دیگه در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بله خیلی متشکرم، ممنون. منم در شروع شوخی با آقای عیسی رئیس کرمی بکنم، ما این خبری که زوم دیگه وی پی ان نمیخواد رو همکارا به ما دادن، ما هم تست کردیم درست بود، ولی آقای دکتر از وقتی که این رو اعلام کردیم امشب میبینید که همکاران خوشبختانه استقبالشون بیشتر شده و حدود 100 نفر در جلسه حضور دارن. علیرغم این تمام این مشکلات بالاخره همکارا از این فرصت استفاده میکنن، جا داره که از همه حضار که جلسات رو پربار میکنن و با یه دلگرمی هستن تشکر بکنیم. یه یادی هم بکنم از استاد حقیقی که همونطور که آقای طور فرمودن اولین بار واقعا ما درس رو خدمت ایشون یاد گرفتیم و بیماری که دقیقا آقای طور میفرمودن من تو ذهنم هست و بعد از اون وقتی من در جلسات مورنینگ این بحث حالا شاید ترمی بود که تازه به کار میرفت به این عنوان درس، چون بالاخره یک دراگ ریاکشن هست و ممکنه فرمای مختلفش قبلا شناخته شده بوده، ولی وقتی که این ترم رو ما به کار بردیم دیدیم مکرر بیمارانی هستن که در واقع مراجعه میکنن به خاطر داروها. خب بالاخره بحث دراگ ریاکشن خانم دکتر فقیهی استاد این بحث هستن، من نباید خیلی چیز بگم، ولی یک کتابی رو
من دیدم که حالا به اشتراک گذاشتم با برخی همکاران 1400 خورده صفحه کتاب هستش که در واقع فکر نمی‌کنم در تمام عمر من فرصت کنم که بخوام این کتاب رو بشینم یک بار بخونم و معلومه مبحث خیلی گسترده هستش. بعد از اون ما مکرر با بیمارانی مواجه می‌شدیم که خب قبل از اون ممکن بود که نمیدونم حالا عفونت شاید باعث شده که این علائمش تشدید بشه، داروهایی که میگیرن مثلا باعث شده که بالاخره این عوارض رو ایجاد بکنه، حالا دارو رو قطع کنیم صبر کنیم ببینیم چه اتفاق بیفته. شاید فکر نمی‌کنم کسی تو جلسه باشه که اون بیماری که من تو ذهنم هست در بیمارستان مرکز طبی در بخش عفونی بستری بود به دلیل یک آنتی بیوتیکی در واقع دراگ ریاکشن بود ظاهراً، و ظاهراً یه دراگ ریاکشن ساده بود و آنزیمای کبدی بالا داشت. بیمار با بالاخره اقدامات ساپورتیو و داروهای سمپتوماتیک در واقع درمان شد و ترخیص شد و بعد از دو هفته که مراجعه کرد انقدر آنزیماش بالا رفته بود و فیلر شدید کبدی پیدا کرد که کاندیدای پیوند کبد شد و قبل از اینکه به شیراز، اون موقع در شیراز در واقع به اصطلاح پیوند انجام میشد فقط برای کودکان، قبل از اینکه به اونجا برسه اکسپایر شد. مورتالیتی ریت رو تو همین کتابی که خدمتتون گفتم و خیلی از در واقع رفرنس ها تا 10% در واقع گزارش کردن و خب اینسیدانسش هم خیلی کم نیست همونطوری که تو این اسلاید میبینید. داروها رو صحبت کردن. یه نکته جالبی که من تو این کتاب بهش برخورد کردم اینه که هرچند اینم یک در واقع دیلی هایپر سنسیتیویتی هست ولی نسبت به سروم سیکنس یه مقدار دیلیش بیشتر هستش و 3 تا 8 هفته بعد حتی ممکن اتفاق بیفته، چون دیدم در چت این سوال مطرح شده بود. باز نسبت به یک سروم سیکنس افتراقش اینه که اینترنال اینولومنت داریم، مثل همین کبد، مثل درگیری های دیگه ای که هست، درگیری گوارشی، اینها ممکنه وجود داشته باشه. و خب بالاخره ضایعات پوستیش خانم دکتر ستوده توضیح کامل دادن، این میتونه که در واقع فرمای مختلف داشته باشه. آقای طاهری گفتن این ادم صورت، پوست این بچه رو میدیدی، حالا خانم دکتر عکس‌ها کوچیک بود، شاید همکارا اگه بزرگ نکردن خوب ندیدن، پوستش مثل یک واقعا پوست مثل یک لبو بود، اینقدر قرمز بود و اینقدر در واقع شفاف بود مثل لبوی پوستکنده. پوست این بچه اینطوری بود و وقتی که ما پالس کورتون دادیم واقعا فاصله 24 ساعت بعد از اینکه پالسش تموم شد پوست ادمش کاملا خوابید و قرمزی کاملا برطرف شد. این خاطره اون بیمار رو من گفتم که من تجربه‌م این شد که برای بیمارانی که واقعا می‌بینیم که شدید هستن، تب بالا داره، درگیری کبدی شدید داره، اینها شوخی نکنیم. و بالاخره حالا خانم دکتر گفتم با دوز، بله رفرنسا کورتون رو گفتن، حتی دوز نیم میلی هم گفتن، ولی بالاخره اون سنس درمان کننده اگه اینه که بیمار بدحال هستش بهتر هستش که یه مقدار دوز بالا رو بگیره. کرایتریاشو خانم دکتر شریعت هم اشاره کردن، این هفتایی که اینجا هستش یا حالا بالاخره با آزمایشات ممکنه بیشتر از لوکوسیتوز، آتیپیکال لیمفوسیت و ایزونوفیلی بیشتر از 7 بشه. میگن اگر 7 از این کرایتریا داشت، یعنی در واقع 7 اسکور داشت، این حتما درست هستش. اگه 5 تا داشت آتیپیکال درست در نظر بگیریم و اگه کمتر از 5 تا بود در واقع به تشخیص های دیگه بیشتر فکر بکنیم. تشخیص افتراقیاش رو بالاخره توی بحثا مطرح شدش، دیگه نمیخوام خیلی وارد بشم، فقط این نکته رو می‌خواستم باز مجدد تأکید بکنم که خیلی نمیشه با این بیمارانی که درگیری سیستمیک دارن و درگیری مولتی ارگان دارن خیلی شوخی کرد. و نکته‌ای که تو این بیمار ما بود که حالا خیلی متوجه نشدیم، اگه همکارا راجع به این کامنتی دارن، بعد از اینکه این درمان رو ما انجام دادیم، خب از قبلش بیمار یه لنفوسیتوز داشت. حقیقتش اینه که همکارایی که این مریض سرویس ما نبود مشاوره دادن، گفتن نکنه این یک در واقع میسک باشه و یک عارضه کووید باشه، ولی خب آزمایشاتش هیچ چیزی ساپورت نمی‌کرد. بیمار یه لنفوسیتوز داشت اولش در حد فکر کنم 60-70% و وقتی ما این درمان رو انجام دادیم یک لنفوسیتوز مطلق و یک نوتروپنی پیدا کرد که در واقع نوتروفیل کانتش، درصد نوتروفیلش به کمتر از 5% فکر می‌کنم حتی رسید. و خب بالاخره یه مقدار این که نکنه پشت این یک چیز دیگه ای بوده که حالا داره خودش رو اینطوری نشون میده، مثل مالیگنسی هم برای ما مطرح بود. بنابراین ما دیگه حالا خانم دکتر فرمودن که کورتون رو ادامه میدیم، ما کورتون رو اصلا برای این ادامه هم ندادیم به خاطر این قضیه و به خاطر اینکه حالش خیلی خوب شده بود، آزمایشاتش در مجموع خیلی رضایت بخش بود، کورتون رو قطع کردیم، داروهاشو کلا قطع کردیم. حالا خانم دکتر دانشجو من سوالی که مطرح کردم برای این بود که در واقع برای از این به بعد ببینیم چیکار بکنیم و یک هفته به بیمار فرصت داد
دیدیم بعد از یک هفته که اومد سی بی سی بیمار خب بالاخره نوتش بالا اومده بود، فکر میکنم به حدود اگر اشتباه نکنم به 20%، 15%، 20% رسیده بود و خب بالاخره دیگه بدون اینکه کورتون خوراکی دیگه چیزی برای بیمار بذاریم، خوشبختانه علائم بیمارم، پوست بیمارم کاملا خوب شده بود. این تجربه من مریض درس چندین مریض داشتم، حتی یکیشم در یکی از برنامه های ماهانه انجمن هم معرفی کردیم که یه طیف خیلی وسیع است و همونطور که خانم دکتر گفتن بالاخره با بقیه دراگ ریاکشن ها یه تفاوت عمده داره، همینی که ارگان اینوولمنت داره و مورتالیتیش خیلی بالا هستش. ولی این فرم که این مریض اینطوری در واقع نوتروپنیک بشه، یک مورد دیگه حالا خدمت خانم دکتر تحقیقی داشتیم که حالا البته اون شاید درست خیلی نبود، یه دراگ ریاکشنی بود که اون در واقع حالا بین کاوازاکی و دراگ ریاکشن مونده بودیم که کدوم هست، اونم یه نوتروفیلی نوتروپنی خیلی شدیدی پیدا کرد و اونم خب حالا بعداً با فالوآپ در واقع نوتروپنیش برطرف شد. این یکی در واقع یه تجربه جدید بود که حالا خدمت همکارا گفتم، اگه همکارا در واقع توصیه‌ای دارن برای این یا توجیهی دارن برای این نوتروپنیش بفرمایید، اگر نه که خب حالا بعد یه فالوآپ یک ماه بشه و بعد اگر چیزی پیش اومد، نتیجه دیگه پیش اومد، حتما که تو جلسات بعدی به اشتراک خواهیم گذاشت. خیلی متشکرم. من از خانم دکتر فقیه خیلی ممنونم و عذر میخوام که حالا البته اشتباه از ما بوده و از سرویس قبل از ما که مشاوره با خانم دکتر و همکاراشون داده نشده بود، خصوصا برای رزیدنتاشون. خب رزیدنتای فارماسیست بالینی که در بیمارستان ما هستن خیلی میتونه این کیسا آموزشی باشه و حالا خانم دکتر که خودشون بالاخره دنیای از تجربه هستن، ولی خب این چیزایی که به ما میگفتن برای ما هم خیلی جنبه آموزشی داشت، حالا خوشبختانه اینجا استفاده کردیم برای موارد بعدی. بسیار سپاسگزارم از استاد زیای عزیز. اجازه بدین که در خدمت استاد مرادی نژاد هم باشیم. سلام عرض میکنم استاد، اگر شما هم تجربه دارین یا نظری خاصی در مورد این بیمار داریم، ما در خدمتتون باشیم. خب من سلام عرض کنم خدمت دوستان. استفاده کردم مطالب کامل دوستان فرمودن، من دیگه زیاد چیزی ندارم، فقط من توجهی که داشتم همین راجب نوتروپنیش بود که دکتر زیاد بودن که باید در آینده بررسی بشه. یکی دیگه خب بیماری که درست داشته، ما الان برای یک اوریگاسید 6.7 همه که خیلی هم قابل نیست، بدون علامت هم هست، آیا واقعا لزومی داشت آلوپرینول شروع کنیم؟ چون آلوپرینول هم یکی از داروهایی که در مزان اتهام هست. بعد من خودم هم بیماری، دو تا بیماری درست که داشتم قبلا، اینا با فنوبار مجاز شده بودن، هر دو از بخش اعصاب ما معرفی شده بودن، فنوبار گرفته بودن، زیاد چیزی اضافه ای ندارم بگم. در هر صورت به طور کل خودم استفاده کردم. از تک تک شما دوستان ممنونم. خداحافظ. خیلی متشکرم استاد. استاد رئیس کرمی، شما دستتون از قبل بالاست یا الان؟ نه خانم دکتر، من الان استاد فرمودن آلوپرینول یادم افتاد. من اینطوری تو شهر حال شنیدم که حالا اگر درست شنیده باشم که ما کیست که شما آلوپرینول به بیمار دادید و بعد تو این جدول دیدم آلوپرینول خودش از متهمینه. من اشتباه شنیدم یا اینکه آلوپرینول داده بود؟ بله، نه درست شنید استاد. این اصلی داره که بایلدش و آلوپرینول برش تجویز شده، ولی خب آلوپرینول هم خودش روز به داروهایی که متهمه در این زمینه. درسته، یعنی میدونستید و دادید یا اینکه نمیدونستید و دادید یا اینکه خب دل زدید به دریا؟ نه البته برای مدت خیلی کوتاهی، فکر کنم 2 روز یا 3 روز بیشتر آلوپرینول نگرفت، چون اسیدیتی که دومش دیگه پایین بود قطع شد، ولی خب نادانسته بود دیگه. این که از تجربیات خانم دکتر فقیه استفاده نمی کنیم، این اشکالات هم داره و این که روی یوتیوب و آپارات هم نمیذاریم، به خاطر همین بحثایی هستش که بالاخره ممکنه که یه فالتایی باشه، نمیتونیم همه فایلا رو روی چیز بذاریم. بله ممنون، دست شما درد.
بالاخره این بحث باید فوایدی داشته باشه، یه چیزهایی از توش یاد میگیریم. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی عالی، سپاسگزارم از شما. خب اگر همکاران سوالی ندارند، با توجه به اینکه دیگه وقتمون هم به اتمام رسیده، من از استاد زیایی بزرگوار، همطور استاد رئیس کرمی عزیز تشکر فراوان میکنم و همطور از سایر استاد بزرگواری که در بحث امشب ما شرکت کردن، سرکار خانم دکتر فقیهی، سرکار خانم دکتر ستوده، خانم دکتر دانشجو و همطور شریعت عزیز و همطور جناب آقای دکتر طاهری که با شرکت در بحث امشب بحث ما رو پربارتر کردن و دانش و تجربهشون رو با ما به اشتراک گذاشتن. از همه شما عزیزان هم که تا این لحظه در کنار ما بودید و در گرانراند امشب شرکت کردین سپاسگزاری میکنم. تا گرانراند بعدی همه شما بزرگان رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و سلامت باشید. شبتون بخیر.